اضافه شده. خیلی از نوشابه هایی که شما میخورین خیلی خیلی شکر داره. حتی آب میوه. مثلا شما الان حالا باز آب میوه شاید از نمیدونم کوکاکولا بهتر باشه. شما رو به آب میوه اومدید از کوکو پپسی و اینا دست برداشتین، حالا دارین آب میوه میخورین، میرید بیرون و آماده میخرید، ولی میزان شکر اونو لطفاً بخونید روی لیبل. اگر شکری که توی اونه شکر طبیعی خود میوه است اوکیه، ولی اگر از کانسنتریته و اضافه شده، این شکر هم باعث مشکل میشه برای دستگاه غدد فوق کلیوی و باعث استرس بیشتر میشه. باز گفتیم که میزان شکری که در سالهای 1800 میخوردیم 10 پوند بوده، سال 2000 شده 160 پوند در سال هر یک نفر، و بنابراین میبینیم که چقدر چاقی به خصوص در امریکا زیاد شده. ما در امریکا یکی از بدترین دایت ها رو داریم در دنیا و مرض قند چقدر رفته بالا، و اینا همه دست به دست هم میده برای اینی که انسان اون حالت سلامتی رو احساس نکنه. گفتیم که استرس که زیاد باشه به ویتامین B و C بیشتر احتیاج دارین، و بنابراین B کامپلکس و ویتامین C اگر هر روز بخورید، این مقدار اضافهش از تو بدن میره بیرون چون واتر سالیوبله، بنابراین هیچ ضرری نداره. و اگر از اون دسته افرادی هستین که با استرس زیادی دارید دیل میکنید، حتما در نظر داشته باشین ویتامین B و C رو. و در این حال ویتامین A رو گفتیم. ما سورس‌های اینها رو هم در غذاهای متفاوت گفتیم. اینها خیلی هاشون A, B, C، البته B و A بیشتر در گرینز های مختلف، در پوتیتو، سویت پوتیتو، کارت، ناتس، سید و آووکادو B داره، A داره دیگه. ویتامین C رو خیلی از سورساشو گفتیم، استرابری، اورنج، لیمونز، پاپایا، کیوی، اینا. و حالا دوباره من نمیخوام توی دیتیل برم در مورد اینی که سورس‌های غذاهای اینها چی هست، حالا در برنامه‌های آینده به طور مفصل در تمام راجب تمام ویتامین‌ها میتونیم صحبت بکنیم. ولی وقتی که راجب استرس هستش، ویتامین B، C، A خیلی مهم هست. ویتامین K، پتاسیم خیلی مهم هست که باز مثلا توی بانانا، توی موز میتونید پیدا بکنید، توی کیل میتونید پیدا بکنید، توی وایت بینز میتونید پیدا بکنید، لوبیای سفید و باز چیزهای از این قبیل توی کیل هستش، و خیلی از براکلی خیلی از اینها رو داره. براکلی یا همون کلم خودمون خیلی از اینها رو داره. خیلی از تخمه هایی که میخوریم مثل تخمه آفتابگردون، مثل سسامی سید اینها رو داره، بعد بادوم، آلمند، اینا خیلی خوب هست. بعد توی گردو در این حال اومگا 3، یعنی توی این ناتس ها، بادوم و گردو، اومگا 3 خیلی زیاد هست. اومگا 3 یک نوع اسنشال فتی اسید هست، یک نوع فته، یک نوع چربی هست که بدن ما به اون احتیاج داره، و اومگا 3 رو شما به عنوان ساپلمنت هم میتونید تهیه بکنید و هر روز این رو بردارید. ولی این اومگا 3 اهمیتش اینه که سیستم عصبی و مغز و اعصاب رو خیلی ساپورت میکنه، و در این حال باعث به وجود اومدن سرتونین، یعنی اومگا. اینایی که دارم میگم در حقیقت اون موادی هستن که این داروخانه شما در بدن شما احتیاج داره که اون مواد لازم خودش رو بسازه. بنابراین نمیخوام که پریده باشم یه چیز دیگه، یه صحبته که راجع به مسائل شیمیایی داروخانه در بدن. اینهایی که دارم الان اشاره میکنم اون موادی هست که بدن شما احتیاج داره تا اون داروهای درون خودش رو درست کنه که با استرس بتونه مواجه بشه و دیل بکنه و این استرس شما رو از پا در نیاره. بنابراین وقتی میگم ویتامین B، B کامپلکس، وقتی میگم A یا ویتامین C یا پتاسیم، اینها اون موادی هستن که این داروخانه احتیاج داره تا بتونه اون مواد شیمیایی لازم خودش رو بسازه و یا از اینها استفاده بکنه تا اون واکنش های بایوکمیکال در بدن به طور مناسب انجام بشه و این بدن بتونه فعالیت‌های خودش رو در حد بالا، اپتیموم،
که لازمه انجام بده تا استرس از پا درش نیاره و این به سلامتی خودش همینجوری ادامه بده، هی بازسازی بکنه. بنابراین اومگا 3 یک ساپلمنت دیگه هستش که در خیلی از ناتس ها مثلا گردو و بادوم و اینها هم شما میتونید بگیرید. چیز تخمه آفتابگردون هم باز باعث خیلی ریلکسیشن در بدن میشه. اینا همه دست به دست هم میدن و وقتی که این نات ها رو مثل گردو و سید های مختلف بادوم و اینا که سرتونین در بدن بره بالا، سرتونین در بدن که میره بالا حالت ریلکسیشن در بدن بیشتر میشه و خواب شما بهتر میشه در این حال. و بعد اربهایی هستن مثل والریان روت، مثل پاسی فلورا یا پشن فلاور، کمومیل، چای کمومیل مثلا، که باز اینها چیزهایی هستن که بدن رو اون شفابخش درون خودتون رو استیمولیت میکنه و بیدار میکنه و شما میتونید از سلامتی بیشتری برخوردار بشین. باز گفتیم در غذاهای متفاوت مثلا ویتامین A در هویج، در سویت پوتیتو، پوتیتوی شیرین فکر میکنم به فارسی شاید بشه، براکلی کلمه خودمون، اپریکات فکر میکنم بشه زردالو اگر اشتباه نکنم، و بعد ویتامین C رو گفتیم، که چه سورسایی داره آردی گفتیم اونا رو تکرار نمیکنم، پوتاسیوم یا ویتامین K خیلی برای فانکشن درست عمل کرده قدرت فوق کلیوی مورد احتیاج هست. و پتاسیم رو هم گفتیم شما در موز، در وایت بینز میتونید پیدا بکنید، لوبیای سفید، در میوه های خوش شده مثل همون هلوی خوش شده، زردالوی خوش شده، پرونز یا همون پرونز، الان دقیقا یادم نمیاد پرونز به فارسی چی میشه، ولی باز در ماشروم های مختلف پیدا میشه. بعد شما اشاره دیگه ای کردن به مگنیزیوم، منیزیوم یا مگنیزیوم یک مینرالی هست که بدن شما احتیاج داره باز برای خیلی از فاکنش های شیمیایی متفاوت خودش و حتی برای ابزوربشن کلسیوم و پوتاسیوم بهش احتیاج هست. و مگنیزیوم باعث ریلکسیشن نرو سیستم میشه، اگر استرس دارین مگنیزیوم it's a must، یعنی مگنیزیوم خیلی خیلی مهمه برای آرام کردن نرو سیستم و همینجور ریلکس کردن عضله ها، اگر که عضله ها گرفته، اگر که همش دائم تنشن در عضله های خودتون احساس میکنید باز مگنیزیوم خیلی مهمه. که باز شما این رو در ناتس هایی مثل بادوم میتونید پیدا بکنید، پی ناتس میتونید پیدا بکنید، تخم کدو، و باز میوه های خوش شده مثل همون اپریکات خوش شده یا حتی خورما، خورما میتونید این رو داره. گفتیم دارک چاکلت که فکر میکنم مورد علاقه خیلی از خانوم ها هم باشه، باز در آووکادو و سبزی هایی که برگای سبز تیره دارن میتونید پیدا بکنید مثل اسفناج و کیل. بنابراین اینها موادی هستش که این داروساز طبیعی و داروخانه طبیعی در بدن بهش احتیاج داره. دیگه از این مواد غذایی که بیایم بیرون در مورد استرس، ورزش ثابت شده که اندورفین ها و انکفالین ها رو در بدن میبره بالا، دوپامین، نورپنفرین، سرتونین، و یک سری استاتیستیکس هستش که من راجبش میخواستم به شما بگم. یک استادی نشون داده که 40,000 خانومی که قبل از این که ببخشید بعد از یائسگی روشون این ریسرچ انجام شده و نشون داده شده که با ورزش در حد متوسط
41% عمر طولانی تر نسبت به اون خانم هایی که بعد از یائسگی ورزش نمی کردن. یک استادی بوده که انجام شده و توی Journal of American Medical Association شما این استادی رو میتونید ببینید. یعنی این یک فقط statistics هست، آماری هست که میخواستم، بیشتر آمارهای دیگه هست، حالا در هفته دیگه من وقتم تموم شده باز این مقداری از این آمارها در اختیار شما میگذارم. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.